با درود فراوان به بینندگان عزیز تلویزیون امید ایران، بنده مجید صفایی هستم. امیدوارم که هفته خوبی گذرانده باشید و خوشحالم از اینکه تونستم یه ساعت دیگه چند لحظه با شما باشم. خوشبختانه هفته گذشت خبر منفی به اون صورت وجود نداشت. کشت و کشتاری که متاسفانه چند هفته پیش مرتب می‌شدیم، این دفعه خود بهتر بود، ولی جای نگرانی است که آقای ترامپ یه دو سه از این کشتی‌های ناوای هواپیماور و جنگی به منطقه خلیج پارس فرستادن که یه آتشی رو اونجا دارن علوم میکنن با دولت ایران، و جای نگرانی است برای همه ما، چون فقط کافیه یه نفر یه اشتباه کوچیک بکنه یا یه بهانه به دست اون یکی بده که یه عملات جنگی شروع بشه و کلی قرامت و خسارت نه تنها به جان مردم بلکه به سرزمین ایران لطمه وارد بشه. به مسئله بزرگی که ما در نظر داشته باشیم، حمله به ایران تنها برای رژیم نیست، به خاک و ایناست و اون ثروت تاریخی ایرانه که ما باید نگرانش باشیم. امیدوارم که اتفاقی نیفته و اینا فقط یه خود حرفای تو خالی باشه که دونالد ترامپ و دولت ایران دارن به هم دیگه میزنن. امیدوار شیم که همه چی به خوبی بگذره. امروز میخواستم درباره مسائل قرارداد باهاتون صحبت کنم، گرچه چندین ماه پیش میسین که یه خود درباره مسائل صحبت کردیم، ولی مهمه که ما بدونیم که مثلا در جامعه مثل آمریکا که زندگی میکنیم این قرارداد مهمه. در بعضی از کشورها توی آداب و رسومشون اینه که یه حرفی که میزنن رو پاش وامیسن و اون قرارداده، یا با هم یه دستی که میدن هم کافی، دیگه هیچ نگرانی نیست. ولی متاسفانه یا خوشبختانه هر جوری میخواین نظر داشته باشید، در کشور مثل آمریکا و خیلی از کشورهای اروپایی گفتن سخنان و حرفای زده میشه بین مردم روی کاغذ آمدن و امضا کردن مهمه، که بهش میگن قرارداد. این قرارداد کتبی یا نوشته است و این مهمه که برای ایرانیان عزیز که در این مملکت دارن تجارت میکنن، خرید و فروش میکنن، زد و بندای تجارتی میکنن، از روی قرارداد برن جلو. و اهمیت این مسئله اینه که اگر شما حرفی به همدیگه زدید و پنج ماه بعدن یادتون رفته چی گفتید، اون شخص میگه قرار بود این کارم بکنی، شما میگه نه من قرار نبود بکنم، و ممکنه اختلافات قانونی به وجود بیاد و ناراحتی و اون رابطه تجارتی که با اون شخص دارید به هم بخوره، کم به ضرر شما خواهد شد هم به ضرر اون شخص. درنچه داشتن قرارداد کتبی که اون حرفایی که زده شده و اون قولهایی که به همدیگه داده شده روی کاغذ اومده باشه و طرفین امضا کرده باشن، باعث میشه که این اشتباهات به وجود نیاد و صلح و صفا و اون رابطه تجارتی حفظ بشه. و اگر یه قرارداد خوب نوشته باشه، چون ممکن قرارداد بد داریم قرارداد خوب داریم، یه قرارداد هست که پر از اشتباه و چرندیاته که وقتی که ناراحتی به وجود بدتر ممکن بکنه رابطه بین دو نفره، یه قرارداد هست که رو اصول نوشته شده و تمام نکته هایی که باید در نظر گرفته شده باشه در اون قرارداد ذکر شده، و وقتی یک اشکالی بین این دو طرفین به وجود میاد میتونن به اون قرارداد نوشته رجوع کنن و اون اشتباهاتی که فکر میکنن و اونجا میپنن که نه اینطوری نبوده، باید اینطوری میرفتن، و از روی اون قرارداد برن جلو و باعث میشه که رابطه تجارتیشون حفظ بشه و زیان و ضررشون به هر دو طرف کمتر بشه یا اصلا نباشه. دنچه قرارداد، داشتن قرارداد بسیار مهمه، و هرچی معامله سنگین‌تر و مفصل‌تر باشه داشتن این قرارداد حتی ضروری‌تر خواهد شد. همجور خدمت از گردم، قرارداد معمولاً اگه بخوایم بگیم از دو قسمت هست. یکی قرارداد اینه که شما
به همدیگه چه قول و وعده‌ای دادید و چه کاری قرار بکنید. مثلا من با یه نفر وارد یه قرارداد شدم که من قرار شده این کار رو انجام بدم و این شخص قراره این مبلغ رو به من پول بده به خاطر کارهایی که دارم انجام میدم و چه موقعی باید انجام بدم و زیر چه شرایطی باید انجام بدم و اون شخص چه موقع باید به من پرداخت پاداش برای کاری که کردم انجام بدم و غیره و غیره. قسمت دوم قرارداد از اینه که اگر یکی از این طرفین زیر بار قرارداد زد و نخواست اون قسمت قول و قرارداد اون مسئولیت که توی قرارداد داره انجام بده، اون قسمت دوم قرارداد میگه که چه راههایی برایشون هست که این مسئله رو حل کنن. مثلا ممکنه اون قرارداد یه پاراگرافی داشته باشه که اگر یکی از این اشخاص یه در این قرارداد هست، این اشخاص میتونه در ضمن شخص باشه یا میتونه کمپانی باشه، حتما نباید این یه آدم معمولی باشه. اون شخص، حال ما بگیم شخص به اینکه ساده بتونیم صحبت کنیم، اون قرارداد رو شکست، اون کسی یه قرارداد رو نشکونده، چه راه حلایی براش هست؟ ممکنه مثلا راه حل باشه برید پیش یه دونه میانجیگر، میدیاتور، که بین شما دوتا میانجیگری کنه و این مسئله رو حل کنه، یا ممکنه باشه بریم پیش آربیتریتر، یه حاکم که هر دو طرف رو میشنوه و نظر میده که کی اشتباه کرده کی نکرده، یا در دادگاه که قاضی و هیئت منصفه، اگر هیئت منصفه وجود داشته انتخاب کرده باشید، اونا تمام دو طرف قضیه رو گوش میدن، مدارک رو نگاه میکنن و تصمیم میگن که کی مقصره کی مقصر نیست و چقدر غرامت باید داده بشه. چون این هم مهمه، اینکه تنها یه نفر قرارداد شکنی کرده کافی شاید نباشه. در یک قرارداد بسیار خوب که درست نوشته شده باشه میشه تمام مسئله رو ذکر کرد که اگر این قرارداد شکسته باشه، اون کسی که قرارداد رو نشکونده که الان داره ضرر میبینه، چه نوع ضررهای رو میتونه تقاضا کنه و بگیره و طبق چه ضوابطی، و این باعث میشه که خیال هر دو طرفین راحت تر باشه که با همدیگه دارن تجارت میکنن، که میدونن که اگر اشتباهی بشه یا قرارداد شکنی بشه، این قرارداد که مثل یه دونه حالت کتاب راهنماییشه براشون هست، نشون میده که چیکار باید بکنن و چه راه حلایی براشون هست. بعضی موقع شده که به دفتر ما زنگ زدن ایرانیان عزیز و خواستن بپرسن که خب آقای دکتر شما قرارداد بخواید چقدر میگیرید؟ که این معمولا سوالی خیلی از اشخاصی به دفتر زنگ زدن میخوان اول چیز بدن پوله. جواب من همیشه این بوده که بستگی داره. یه قرارداد ممکنه یه صفحه باشه، یه قرارداد ممکنه یه کتاب باشه. بستگی به وسعت اون معامله داره و اون طرفین چه مسئولیت های از همدیگه توقع دارن و قرار انجام بدن و چه اعمالی باید انجام داده بشه و چه قول و وعده‌ای به همدیگه دادن و غیره و غیره. در نتیجه هرچی همچون خدمت رو عرض کردم این فعالیت های تجارتی مفصل‌تر باشه، قرارداد مفصل‌تر خواهد بود و صفحاتی که اون قرارداد میشه بیشتر خواهد بود. در نتیجه همه اینا بستگی داره بین اون طرف. اگه مثلا شما یه قرارداد دارین بین خود می‌بندی برای 3 ماه که واقعا زد و بند کوچکی انجام بدید، خب طبیعتا این قرارداد چیزی نیست که 30-40 صفحه باشه، میتونه 4-5 صفحه 5-6 صفحه باشه و غیره. و اگه شما با یه نفر قرارداد دارین، قراره یه قرارداد بگیم 5 میلیون دلاریه که مدت 2 سالم این قرارداد طول میکشه، طرفین مسئولیت‌های خودشون انجام بدن، وظایفی که دارن، خب طبیعتا این قرارداد یه قرارداد مفصل‌تریه و ممکن 20-30-40 صفحه باشه، بستگی داره چه ضوابطی چه شده میخواد بذاره. در چه همه اینو بستگی داره و اینکه یه قرارداد استاندارد وجود داشته باشه معمولا نیست و اگر هم هست اشتباهه، چون همجور خدمت رو اصدم اشخاص با هم دیگه فرق دارن و توقعاشون فرق داره و یه انتظاراتی ممکن از همگی داشته باشن که یکی دیگه نداره. مثلا فرض کنید من و
آقای اکس یه قرارداد می‌بندیم که یه سری کاری به روال عادی انجام داده بشه، یه زده مانده خرید و فروشه، ولی همین قرارداد رو دو نفر که می‌نویسن به همون قیمت، بگیم قرارداد 50,000 دلاری مثلا، ولی اونا ممکنه یه خواسته های دیگه هم اضافه کرده باشن، قیمت نرفته بالا ولی همون عدده، ولی یه خواسته گوشه باشه که قرارداد رو مشکل‌تر یا مفصل‌تر میکنه، طبعا اون بیشتر کار میبره و پاراگراف های بیشتر و بخش های بیشتر باید نوشته باشه. در نتیجه اینو در نظر داشته باشید. خیلی موقع شده که اشخاص پیش اومدن در دفتر ما و خواستن از شخصی که باهاش معامله میکردن شکایت کنن و دلیلش هم بود که قول قراری که مونده انجام نداده و من دارم ضرر میکنم، درسته اون شخص هیچ ضرری نکرده و راحت داره زندگی میکنه. و وقتی که جستجو میکنیم میبینیم که قرارداد کتبی نوشته ای ندارم، به اون صورت ممکن یه سری نوشته های این ورور باشه، ممکن تکس مسیج باشه یا ایمیلی باشه که اینا معمولا نمیتونه یه قرارداد مفصل کامل باشه که بشه روش حساب کرد و این باعث ناراحتی و اشکال میشه، چون اون موقعش حرف من بشه و حرف اون بشه خواهد بود، یکی میگه نه من نگفتم و یکی میگه تو گفتی و اینو نمیشه تو سیستم قانون کالیفرنیا به راحتی حلش کرد مگر مدارک و شواهد جانبی وجود داشته باشه یا شاهدانی باشن که بگن، بیان شهادت بدن که بله این شخص این حرف رو زده بوده، قرار بود اینجوری باشه فلان اینا و انجام نشده، که بهتون کمک کرده باشه که اون مفصل‌تر رو جلو رفتن و ریسکش بیشتره و شانس این که تا آخر سر اون شخصی که شکایت میکنه موفق باشه کمتر خواهد بود، چون هیچ چیز بهتر از این نیستی که یه ورقه کاغذه که طرفین اسمشون نوشته با دست خودشون اون امضا کردن و این بهترین مدرک میتونه باشه از لحاظ قانونی. البته اینی که میگم اینکه نه اینکه یه نفر امضا یه نفر جعل کرده باشه، اگر امضای واقعی خودشون باشه این میتونه بهترین مدرک باشه. بعد مسئله که وجود داره وقتی وارد قرارداد میشید، یه مسئله که باید در نظر داشته باشید، مدت زمان قرارداد هم هست که مثلا یک سناریو برمو بود که موکلم که اومده پیش ما که هنوز هم داریم ازش هنوز موکلم هسته ازش رپرزنتش میکنیم در دادگاه، این قراردادی که نوشتم قراردادی بسیار مبهمی بود و زمانش بسیار مبهمی است. خب طبیعتا این اشکال به وجود میاره. در قرارداد باید همچون خدمت اول از کردم وظایف اشخاصی که تون قرارداد شرکت دارن مشخص شده باشه، زمانش مشخص باشه، نه که یه قرارداد بنویسید و نه که مثلا کی تموم میشه، این نوع قرارداده که تاریخ نداره بعدا ممکنه اشکال به وجود بیاد وقتی بین طرفین اشکال به وجود میاد یا سوء تفاهم میشه یا یه اختلافاتی به وجود میاد یا که خسته میشه دیگه میگم احتیاج ندارم این کار ادامه بدم، به هدفم رسیدم، لحاظ مالی یا معنوی دیگه خوبم، احتیاج ندارم، میخوام بازنشسته شم. و اگر زمانی وجود نداشته طبیعتا اشکال ناراحتی به وجود میاد و همینجوری قرارداد خوب باید بخشی داشته باشه که مردم اون طرفین که جهستن بتونن از زیر اون قرارداد بیان بیرون، نه اینکه قرارداد شکنی بکنم بلکه از زیر اون قرارداد بیام بیرون بدون اینکه آسیبی به شخص مقابل خورده باشه. مثلا فرض کنید من با یه شخص دیگه وارد یه قرارداد شدم که قرار با هم یه تجارتی بکنیم، این قرارداد به مدت 2 سال خوبه، نوشتیم که به مدت 24 ماه این قرارداد ادامه داره، بعد از 24 ماه این رابطه قطع میشه و همه برای خودشون خواهد بود، ولی تو این قرارداد هم گذاشتیم که اگر به هر دلیل منطقی یکی از طرفین بخواد این قرارداد رو لغو کنه میتونه، ولی
طبق شرایطی، مثلا چه شرایطش 30 روز 60 روز بعد اخطار بده، اعلام کنه که آره من 60 روز یه دوستم از این قرارداد بیام بیرون، و اگر کار نیمه تمام مونده اون رو انجام بشه، و اگر رفتن بیرون ایشون باعث غرامت به شخصی میشه، شاید اون غرامت لازم به پرداخت است یا یه جوری مسئله حل بشه. ولی اینکه فدمه که من از امروز دیگه نیستم، این طبیعتا قرارداد شکنی میشه، و برای اون آدمی که شما بهش میگین که با شریکتون مثلا طرف مقابلتون که میگه افدنیزم، درست نیست، منطقی نیست، و علاوز اخلاقی و تجارتی هم درست نیست که اونو تو امپاس بندازید و بیخبر یا بکشین بیرون خودتونو. ولی وقتی به همدیگه اعلام میکنید 30 روز 60 روز هر چقدر زمانی که با همدیگه موافقت کردید اصلا میخواین از اون قرارداد بیاین بیرون، این باعث میشه اون شخص مقابل وقتی کافی داشته باشه که مسائلی که فعلا هست بین خودتون حل کنید، کاری که نیمه تموم بوده حل بشه، و شاید بخواد به یه نفر دیگه پیدا کنه که بتونه باش تجارت کنه و دستش تو حنا نمونه. و این مهمه که وقتی که از یه قرارداد دامیم بیرون، اون دست طرف رو تو حنا نذارید به قول خودمون، و اشکالات برش به وجود نیارید، و در روی اصول به این جلو که بعدم باعث ناراحتی خودتون نشه که به عنوان قرارداد شکنی بیان دنبالتون و ادعای غرامت بکنن، که بعضی موقع این غرامت ممکنه غرامت سنگینی باشه. دانچه مهمه که این مسئله توش حل شده باشه. بعضی موقع هم هستش که اشخاص بین خودشون ناراحتی دارن و یه جنگ و دعوای شروع میشه که این شرکت، این تجارتی که با هم دیگه میخونن ممکنه به هم بخوره، و میان وکیل میگن جفتشون، همدیگه شون میگن به شکایت کردن و دادگاه کشی و غیره، و هر کدومشون ممکنه یه مبالغ سنگین قانونی براشون خرج به وجود بیاد، و میگه تو باید بدی، و یکی میگه نه من نمیدم، تو باید ما خرج منو بدی غیره. این مسئله مهمه چون بعضی ما این خرج خیلی سنگین خواهد بود، و این مهمه که توی قرارداد نوشته شده باشه که اگر یک موقع طرفین بر علیه هم دیگه شکایت میکنن، شکایت قانونی میکنن، و کار به جای میرسه که وکیل باید بگیرن و خرج وکیل و دادگاه اینا دارن، اون کسی که بازنده است باید تومون خرج وکیل شخص برنده رو بده. وقتی اینطوری باشه دو حالت به وجود میاد. یک، شما یه خود بیشتر فکر میکنید قبل از اینکه این طرف رو سو کنید به شکایت بکنید، چون ممکنه فکر میکنید که اگه من به بازم باید کلی باید پول وکیل رو بدم، نه تنها پول وکیل خودم باید بدم، خرج قانونی خودم باید بدم، خرج مال طرفم باید بدم، ممکنه یه خود مکس کنید در اون عملی که میخوام بکنید. دوم اینکه وقتی که این وجود داره، این بخش توی قرارداد، این باعث میشه که شما میدونید که خرجتون گارانتی شده است که وقتی ببرید اون طرف باید بده، چون تو قرارداد ذکر شده. خیلی از کسان هستن فکر میکنن که اگر رفتن یه نفر رو سو کردن، شکایت قانونی کردن و حق دارن خرج وکیلشون رو و خرج قانونی که کردن بگیرن، این معمولا درست نیست. شما در چند مورد میتونید ادعای غرامت و پس گرفتن خرج وکیل و خرج قانونیتون بگیرید. یک، توی قرارداد نوشته شده باشه، همچنان خدمت رو عرض کردم که در صورت باختن طرف برنده حق داره پول وکیل و خرج قانونیشو بگیره. اون خرج وکیل گرفتن باید یه معقولانه باشه، نه که بگین که من به وکیلم ساعت $800 دادم، باید ما $800 بهم بدی که آشنا دارم من $80,000 مثلا. عدد باید معقولانه باشه. یک مسئله دیگه اینه که اگر یک کسی بگیرم فقط یک کلک زده، دروغ گفته و حالت
کلاهبرداری داره. این معمولا چون اعمال بسیار زشت عمدیست و غیرقانونی، اونجا شما اتوماتیک میتونه ادعای خرج وکیلتون رو بگیرید بکنید و بگیرید. در مسائل دیگر معمولا نمیتونید، مگر اینکه یه حالت استثنایی به وجود اومده باشه و بخواید از دادگاه بگیرید. بیشتر قراردادهایی که به شکایت میکشه قراردادهایی هستن که اگر این بخش و این پاراگرافی که بابت کی خرج کی رو میده نداشته باشه معمولا نمیتونید بگیرید. دنجه مهمه که اینو داشته باشید که و بدونید که اگر یه موقع رفتین شکایت کردید و برنده شدید خرج وکیلتون میتونه ادعا کنید، وگرنه ممکن نتونید. و خیلی متاسفانه این مسئله رو رعایت نمی‌کنن، خیال میگن چون شاکی هستن اتوماتیک میتونن حق خرج وکیل و دادگاهشون رو بگیرن، که متاسفانه این اشتباه است، این فکر کردن و باید یه اصولی باشه. چه موقعی باید قرارداد و وارد قرارداد بشیم؟ همجور خدمت عرض کردم داشتن قرارداد خوبه اگر شما قراره یه مسئله بشید که یه نفر قرار براتون یه کاری انجام بده یا شما قرار برای کسی کار انجام بدید و این کار طولانی هم طول میکشه و ممکنه علاوز قیمت هم بالا باشه، داشتن یک دونه قرارداد درست حسابی و دقیق بسیار مهمه. یکی اینکه شما دارید یک دونه مرک میخرید یا یک دونه چیزی میخرید خیلی گران قیمته، داشتن قرارداد بسیار مهمه. اگر دارین یه سرویسی به یه نفر انجام میدید که سرویس حساسی است، داشتن قرارداد خیلی مهمه. اگر شما دارین برای یک نفر یک محصولی رو میسازید، داشتن قرارداد بسیار مهمه. اگر شما دارین برای یه نفر بازاریابی میکنید، داشتن قرارداد کتبی بسیار مهمه. منظورم از بازاریابی چیه؟ شما، من یه سازمان تبلیغاتی دارم و شما یه دون محصولی دارید یا یه دون سرویسی دارید که میخواید به مردم و به جامعه ارائه بدید و در مقابلش پول بگیرید، با من تماس میگیرید که من براتون بازاریابی کنم که بذارم اون محصول یا اون سرویس شما رو معرفی کنم به جامعه که بتونید شما درآمد داشته بفروشید و درآمد داشته باشید. طبیعتاً لازمه که قراردادی وجود داشته باشه که من چه کاری باید بکنم چه کاری نباید بکنم. شما باید چه کاری بکنید، شما نباید چه کاری بکنید. شما چه موقع به حرف من گوش بدید، به اون تقاضایی که من دارم رسیدگی کنید، انجام بدید، چه نباید بکنید. همین مهمه. و این مارکتینگ، این بازاریابی بعضی موقع خیلی مفصل و طولانی است و خرج بسیار هم داره. مثلا من که دارم برای شما بازاریابی میکنم، طبیعتا من دارم خرج میکنم، دارم باید از رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، اینترنت وقت بخرم و پول بدم که بتونم درباره محصول شما صحبت کنم، اونطوری که باید پخش کنم عکسش و ویدیوش و و غیره و غیره. و اینو مجانی نیست، در چه این خرج داره. داشتن یک قرارداد مفصل درستابی مهمه که هر دو طرف رو نگهداری کنه، نه اینکه فقط یه طرف باشه. الان درباره یه طرف صحبت کردم، بهترینم خدمت رو عرض کنم. بعضی قرارداد قراردادی یه طرف هن. منظورم چیه؟ همش به نفع یه نفره. من
اگه این کار کردی من بعد این کار اینجور میگم دنبالت، این کار کردی من این کاری میگم، غیره و غیره و غیره. اینا قرارداد یه طرف است که هیچیش به نفع شخص مقابل نیست، و اگه ناراحتی به وجود بیاد همش یه طرف برنده میشه. اینو قراردادا در دادگاه، مثلا در دادگاه کالیفرنیا قابل قبول نیست، و خیلی مقاسی قاضی ها این قراردادا رو یه طرفه میدونن و میان بعضی از این پاراگرافش رو عوض میکنن، بهش میگن بلو لاین، بلو پنسل لاین، که عوض میکنن که به خود معقولانه تر بشه. حالا اگه قرارداد یه طرفه هست، اون 100% باید تعویزش کنید و درست کنید که دو جانبه بشه نه یه جانبه، که فقط یه نفر رو محفوظ کنه و حفظ کنه نه شخص دیگر. قراردادهی مثل قرارداده انترتیمنت مهمه که نوشته داشته باشید. هنرمندی قراره به مدت چند ماه بره در سالن‌های مختلف در شهرهای مختلف برنامه اجرا کنه، و در مقابل اون قراره یه حقوق ثابت بگیره و یه مقدار درصد از فروش بلیت. مثلا مهمه که قرارداد درست حسابی باشه که همینو مشخص کنه، و خرج رفت و آمد و لباس، گریم و غیره و غیره اون هنرمند و گروهی که باشه اصلا مشخص شده باشه که کی خرج میده، چه موقع و غیره و غیره، که بعدا ناراحتی به وجود نیاد. اتفاقا الان داریم در روی یه دونه کیس کار میکنیم که همه اتفاق افتاده. یه هنرمندیست خارجی البته که وارد یه قرارداد کنسرتی شده، و این قرارداد به مقدار وحشتناکی یه طرف هست. مثلا یکی از چیزهایی که این قرارداد داره اینه که زمان بسته شدن نداره که این تا که ادامه داره، درنچه این هنرمند میتونه تا آخر عمرش برده اون سازمانی هست که قرار اینو بازاریابیش کنن، براش کنسرت درست کنن و این ونور، و این درست نیست. و ضوابط دیگه داره که با مدرنش کار میکنیم که درستش کنیم. درنچه اگه قرارداد هنری دارید، اون قرارداد باید کتبی باشه و رو اصول. قرارداد هنری هم چند وجود داره، چون دیدم در حرف صحبت میکنیم. یکی قرارداد هنری که مثلا یه هنرمند میبنده با یه شخصی یا یه کمپانی که بازاریابی برش میکنن. یه قرارداد هست که یه نفر مدیر اون هنرمنده که منیج میکنه، مدیریت میکنه تمام کاراشو، و یه قرارداد هست که یه نفر نمایندشه، ایجنتشه، که باش میره باش موقعیت پیدا کنه. بعضی موقع قرارداد بازاریابی و ایجنسی یکی میشه، چون همون نقش میتونن بازی کنن. و این مهمه که این قراردادها درست باشه که نه هنرمند صدمه ببینه نه اون منیجر و غیره. البته خیلی موقع هستش که هنرمند چون تازه کاره خیلی ممکنه علاقمند باشه و ذوق زده شده باشه که یه نفر قراره باش همکاری کنه، براش مدیریت کاراش انجام بده و براش یا بازاریابی کنه. ولی چیزی که و قرارداد امضا میکنن که زیاد معقولانه نیست. و حالا که این هنرمند موفق شده و به جای رسیده و درآمدی داره، متاسفانه چون قرارداد اولیه قرارداد نسبتاً یه طرفه بوده، تمام اون مزایای زحماتی که کشیده و خودش رو موفق کرده و تونسته درآمدی بر خودش بجوزه بیشتر از دستش میره و میره طرف کسی که اون قرارداد رو داره منیج میکنه، مدیرشه یا نمایندشه. درنچه این مهمه که قراردادهایی که نوشته میشه مخصوصا برای هنرمندانی که تازه وارد کار شدن قراردادی باشه که بعدن لطمه بهشون نزنه. ممکنه اول خوب باشه که یه نفر داره هواشون رو داره میبرش بالا، ولی این بالا بردن مجانی نیست و ممکن بعضی ما به طرف وحشتناکی
به ضررشون تموم بشه و برشون خیلی علاوز مالی سنگین دراد و اونطور که باید شاید منافعشون نبرن. و این مهم میگن قرارداد هم معقولانه نوشته شده باشه و نقطه هایی که به نفع هر دو طرف هست ذکر شده باشه و قراردادهای هنرمندی باید 100% یک زمان داشته باشن که مثلا من تا چه موقعی مدیر این هنرمند هستم یا نماینده این هنرمند هستم و اگه خواستیم رینیو کنیم، تجدید کنیم این قراردادو بتونیم بکنیم، ولی با یه زبوه جدیده. مثلا فرض کنید شما، فرض من یه هنرمندی هستم، آقای اکس داره کاره مدیریت من انجام میده و یه کمیسیون میگیره، من بلیم کمیسیون میگیرن، چون من تازه کارم، نه به بارم نه به دار، ایشون مثلا ممکن همجور من عدد دارم فعلی میندازم 50% درآمدی که من دارم و ورم داره. بعد این قرارداد به مدت 2 سال، مثلا ما 2 سال کار کردیم، تو این 2 سال من معروف شدم و درآمد خوبی دارم در میارم، این آقا داره قشنگ از بغل من 50% وام داره، و حالا تصمیم بودیم قرارداد رو تجدید کنیم. تجدید این قرارداد نباید به همون حالت قبلی باشه، فقط زمانش رو عوض کنیم، بلکه باید درصدام عوض بشه. چون من موفق هستم دیگه بازاریابی به من کمتر خواهد بود، همه من میشناسن، مثلا دنج کارون طرف راحت تره و چون درآمد بیشتری دارم میارم، پورسانت دیگه اون شخص میگیره باید کمتر باشه، چون قرار داره بعدی مثلا بگیم که حالا همجور مدن فلان عدد میدازم بیرون 30% باشه به جای 50%. دنج اینو باید مشخص بشه که وقتی قرارداد تجدید میشه یا تمدید میشه، کی چقدر میگیره و چه وظیفه‌ای داره. و این مهمه، مخصوصا در کارهایی که شخصی که یکی از این طرفین مثل هنرمند که به نظرم بهترین نمونه برای مثال هست، کارهنری، این طرف دیگه موفق شده و حقشه که بیشتر برداره، چون کار یکی طرف سبکتر شده و دلیل نداره که مثلا مثل قبل بداره، و اگر چه منفعتی داره برای اون هنرمند وارد قرارداد دوباره بشه. اگه بشه هم درصد رو بده ولی پول بیشتر اومده، ولی هم درصد داره میده و اون آقا کارش کمتر شده، اون شخص چرا وارد قرارداد بشه؟ در چنین مهمه که یه قرارداد منطقی درست انجام شده باشه. در مورد املاک هم که صحبت کردیم، اگه قراره خرید و فروش ملک بشه، 100% داشتن یه قرارداد درست حسابی و منطقی که تمام ضوابط رو دقیق نوشته باشه هست. طبیعتا شما میدونید که وقتی شما یه خونه یا یه آپارتمان یا دفتری میگیم برای محل کارتون، یه قراردادی به نام لیست امضا میکنه، اجاره نامه است، که اگه دقت کرده باشین اجاره نامه بعضیشون خیلی مفصله، در حدود 20 صفحه است، بعضی از این اجاره 2-3-4 صفحه بیشتر نیست. اونا که 20 صفحه ورق بلند هم هستش، ای فور ممکنه باشه بگن لیگاله که 8-14 هست، که نوشتاش هم خیلی کوچیتره، ضوابط و شرایط بسیاری رو نوشته و اگر اونا رو شما مطالعه کنید میبینید که خیلیش به نفع صاحب ملکه. اینجاست که لازمه که شما یه شخصی رو داشته باشید که در این مسائل بسیار وارد باشه، بتونه نه تنها قرارداد رو بخونه و بهتون توضیح بده، بلکه بتونه راهنماییتون کنه کدوم از این بندا به نفع شما نیست و باید عوض شه، و براتون معامله کنه طرف شما که اون بندایی که زیاد منفیه یا ناخوشاینده کمش کنه یا برداره که به نفع شما باشه. این کار کسی نیست، برای کردن این کارا به شما به شخصی لازم دارید که نه تنها در مسائل قرارداد خوب وارد باشه، بلکه در مسائل املاک و
اجاره اینا وارد باشه که بتونه هر دو طرف رو از هر دو جوانه بتونه هوای شما داشته باشه و شما رو نگهبانی کنه که مبادا نارتی بعدون به وجود بیاد. این قرارداد مهمه چون مقصد اگر دارین یه جای اجاره میکنید و اگر این جای بزرگیه و معمولا کسی یه جای اجاره میکنید طویل مدته، مثلا فرض کنید شما بیرین یه دونه ساختمان چندین طبقه رو اجاره میکنید که شرکت دون اونجا باشه و در حدود چند صد نفر کارمند اونجا کار میکنن، طبیعتا این قرارداد نیست که برای یکی دو سال باشه، این قراردادها طویل مدت هستن و جای تمدید دارن و اون تمدیدش هم طویل مدته، چون شما دارید اونجا بر خودتون یه اساسی درست میکنید، یه بیسی رو درست میکنید که مردم شما بشناسن، کارمنداتون میان و میرن و مشتریاتون اون کسی باش قرار معامله کنید، تجاگون میاد و میرن، درنچه این چیز نیست که یه شبه باشه، یه دونه محل طویل مدت میخواید. در اینجا این قراردادها باید قرارداد دقیق نوشته شده باشه که شما رو به حدی کافی محفوظ کنه از هر لحاظ قانونی که بتونید اونجا راحت کار شرکتی رو انجام بدید و هیچ نگرانی نداشته باشید که فردا اگر اشکال اومد شما باید از جا برید یا رو هوا باشید. دانش تمام اینا مهمه، تمام مثالا که زدم بابت تجارت اینا همش مهمه که شما قرارداد داشته باشید که بتونید خودتون مراقبت کنید، محافظت کنید و لحاظ ملکی و غیره نارتی بعدون به وجود نیاد. ماشین این روزه هر کسی میگه ماشین میخره طبیعتاً یه قرارداد هست، حتما خودتون رفتین دیلر دیدین که یه قرارداد چندین صفحه همه ورقاش هم بسیار بالا بلنده نوشتن و شما چند جا باید اینیشال کنید و غیره و غیره. اگه این قرارداد رو نقرار کنید بیشتر به نفع اون سازمانی که داره ماشین به شما میفروشه یا داره ماشین رو برای شما وامشون میده که شما بتونید ماشین رو بخرید، ولی متاسفانه خیلی موقع هست که اونجور قرارداد نمیشه زیاد عوضش کرد، چون به صورت عادی میگن استاندارد قرارداد استاندارده و نمیشه زیاد کارش کردش که عوضش کرد، ولی اونا قرارداد رو باید خوند که اگر واقعا جاهایی هستش که بند نامطلوبی داره ناخوشاینده اونا بشه یه جوری درستش کرد اگه میشه، اگر که اصلا امضا نکنید. درنچه قرارداد برای خریدن ماشین همه یه قرارداد هست یا دیله بهتون میده، اگه ماشین دست دوم میخرید بازم یه قرارداد نوشته داره که مهمه بدون که چیه، چون وارانتیناش توشه و شرایط ماشین رو میده که آیا ماشین قبلا صدمه دیده ندیده و غیره و غیره. بچه ما در یه کشور زندگی میکنیم که علاوز تجارتی خیلی وسیعه و همه در حال تجارت با همدیگه هستن، این مهمه که مطالبی که بین طرفین گفته میشه، قول و قراری که داده میشه رو نوشته رو کاغذ بیاد که تا اونجا که میشه اشکال ناراحتی و صدمه مالی و شکستن و نابودی رابطه تجاری از بین کمتر بشه. بعض موقع هستش که شما با یه فدای تجارت میکنید با یه کمپانی و این کمپانی تنها کمپانی است که اون چیزی که شما میخواید داره، طبیعتا خیلی مهمه که شما با این کمپانی یک قرارداد داشته باشید که هم شما رو محفوظ نگه داره و همین که اون کمپانی راحت باشه که بتون بایدون ادامه بده، چون اگر ناراحتی بین شما و اون کمپانی به وجود بیاد و نتونید باشون بیزنس کنید تجارت کنید دیگه شما تجارت از بین میره، بانکه این کمپانی تنها کمپانیه که میتونه کار شما رو بندازه، محصولات یا سرویسی که داره میتونه شما بده یا ابزاری که لازمه برای کار شما انجام بشه داره، و این مهمه که قرارداد نوشته شده باشه معقولانه که شما رو به حد احسن نگهداری کنه و
جایی داشته باشه بتونه بعدن قرارداد رو تمدید کنید و فعالیت های تجارتیتون رو بیشتر کنید. وقت ما میسید داره تموم میشه، فقط میخواستم توصیه کنم که به ایران عزیز که تا اونجا که میتونید کار تجارتیتون رو کاغذ بیارید. اگر کار سبکه، یعنی تجارت وسیع نیست، خودتون میتونید بنویسید و اگر میتونید یه وکیلی براتون نگاه کنه که یه نظر بده بد نیست، چون بعضی موقع یه مقدار خرج اولیه کردن باعث میشه هزاران هزار دلار و خیلی بیشتر از اونو بعدن شما ذخیره کنید، نجات بدید و خودتون از یه هچل قانونی که هم علاوز روحی و زمانی وقت شما رو میگیره، بلکه علاوز مالی هم میتونه به طرز قابل توجه به شما لطمه بزنه. یه خرج اولیه میکنید، پیش یه وکیل میرید که قرارداد درست حسابی براتون ببنده و سالهای سال از ناراحتی‌های قانونی جلوگیری میشه و خرجایی که بعدا ممکن جلو بیاد پیشگیری میشه. ما در دفترمون بسیار نالجبل هستیم درباره نوشتن انواع و اقسام قراردادها و تا تو براتون معامله کنیم، نگوشیت کنیم با شخص مقابل که قرارداد بسیار معقولانه براتون نوشته بشه. اگه خواستید میتونید با دفتر ما تماس بگیرید. شما تلفن ما روی صفحه هست 877-279-2523، 877-279-2523. ایمیل ادرس منم روی صفحه تلویزیون هست، majid.safai@arialc.com. میتونید با ما ایمیل تماس بگیرید. طبق معمول مشاوره اولیه مجانی است، درنچه نالت نباشه اگه زنگ میزنید که یه موقع خیال کنید براتون صورت حساب میاد. دفتر ما اینجوری نیست. هدف اولیه ما نیست که تا اونجا بتونیم به هموطنان عزیز کمک کنیم، راهنمایی کنیم و تا اونجا که میشه ازشون علاوز قانونی محفوظ نگهشون داریم که صدمات مالی کمتر بخورن. امیدوارم که تو هفته آینده هفته خوبی داشته باشید و روز خوشی به شما آرزو میکنم. روز خوش تا هفته دیگر.